واقعا همش میگفتم که آیا میشه واقعا. امروز من فکر میکنم که مجاهدین خیلی دارن، چی بگم، بگم میلیاردرم کم گفتم، اصلا فکر نمی کنم هیچکی به اندازه مجاهدین دارا باشن. واقعا تصورش رو ندارم که خب چی. باور کن مهران، اصلا به لحاظ سیاسی نمیگم، اصلا به لحاظ قدرت نمیگم، این که هست سازمان، سازمان مجاهدین، سازمانی که شاه و خمینی میخواستن اینو نابود کنن، اپورتونیست ها کمر به تلاشیش بستند، کودتا کردند. امروز هم که این همه دشمن داره، استعمار و ارتجاع به جونش افتادن، تو لیست میکنن، نمیدونم چه کار میکنن. امروز اونجا اشرف، هر روز یک توطئه، هر روز یک توطئه، باز هم توطئه، باز هم توطئه. من واقعا اون موقع اگه سوال میکنی، نه، آرزوم این بود که سازمانم باشه، طوریش نشه، کوچولو کم، به همون اندازه که عقلم قد میداد، این ماکسیموم هم بود. اصلا فکر نمیتونستم بکنم به چیزی بیشتر از این. خب حتما تو شرایط اون موقع من یا حتی برادرم رضوان که اونجا بودیم رو میتونی تصور بکنی. به قول قرآن که روز اول که روزای اول که تو سازمان آمده بودیم این آیه رو برای ما میخوندن، حتی از استای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. انقدر شرایط سخت میشه و سخت میشد